آقای سروزی خدمتتون عرض کنم که پرداختم به موضوع کرونا و غیره. من پیشنهادم این است که این بحث ها را برای فرصت دیگه نگه داریم، چون الان حقیقتا نیاز از شبکه هایی که اطلاع رسانی می کنن تأکید کنن که مردم از خونه بیرون نیان، خصوصا مردم ایران ایام تعطیلات نوروزی دارن، 13 بدر بعضی هاشون میرن، بیمه شعبان جلو دارن. من پیشنهاد می کنم شما یه مقدار توصیه کنید که نرم بیرون. آقای محترم عزیزم، وقت برای شما هست برای صحبت کردن؟ وقت زیاده، ولی شما به من بگید آیا فیلمی که آقای احمدی نژاد نشون دادیم که قبل از اینکه دولت اعلام کنه که کرونا هست، روزها قبل، شاید 2 هفته قبلش، شما دیدید که ایشون با هیچ کس دست نمیداد و چقدر احتیاط میکرد؟ من این سوال باید از شما بپرسم که چرا دولت ایران احمدی نژادی که ظاهرا مخالفش با خبر کرده بود، اما شما رو که طرفدارش هستید یا ممکن است که امروز گرفته باشیدم، با خبر نکرده؟ آیا این مهم نیست که ما این سوال جوابش بدونیم؟ شما بهتر از من میتونید. ماها قبل که از چین شروع شد این قضیه، یعنی از ووهان چین شروع شد، خب همه دنیا مخابره شده بود که این ویروسی اومده و در چین مشکل درست کرده و همه کشور هم تا این حد اطلاع داشتن. تو ایران ما هم اون چیزی که اثبات بکنه، دلیل باشه، دولت یا مسئول با اطلاع بردنی رو به مردم اعلام کنه، باید آزمایشگاه اینو تست کنه، نتیجه بده. دروغ چه نمیتونست بگه؟ 29 بهمن در آزمایشگاه تهران تست مثبت اعلام شده و همون 30 بهمن به مردم گفته شده. زور زدن تا دروغ میگید آخه. من تعجب میکنم آقا جان، تعجب من میکنم. شما فیلم آقای احمدی نژاد دیدید یا ندیدید که ایشون چقدر احتیاط میکرد؟ میگه گفت احمدی نژاد چی داره کنده؟ احمدی نژاد والا به نظر میاد که خیلی بالاست، چون که از شما زودتر خبر داشت و با هیچ کس دست نمیداد. میگه گفتن دست ندید، یعنی ایشون در شما باید بدونید. متاسفانه همین مشکل دیگه، شما نمیدونید مگه احمدی نژاد کجا میشینه. ایشون در همون جایی میشینه که سران سپاه میشینن، یعنی نخبه های کشور ما میشینن، نخبه هایی که به اصطلاح الان حکومت میکنن. خبر داشته از این موضوع و میگه گفتن دست ندید و به هم دست نمیدادن. اونو دیدی که رهبر مدعا به رو گفت میخواستیم دست رهبر رو ببوسیم، گفت اجازه ندادن. ما فکر کردیم برای امنیت شه، در حالی که امروز من شما میدونیم مسئله دست مشکل کروناست. شما چرا همین دارم من میگم، من اصلا موضوع بحثم شما هستید که چرا به خودت ظلم میکنی عزیز من؟ تو داری به خودت، به زن بچت ظلم میکنی. برای چه این کارو میکنی؟ آقای سوزودی صحبت کنم؟ چرا، بفرمایید، خواهش میکنم. من از شما خواهش میکنم، چرا شما عقده های گذشته رو میخواید خالی کنید؟ بابا مشکل اعتقادی با هم داریم، درست، ولی الان آقای احمدی نژاد رو پیدا کردید دست نمیده، هیچ علم شنطه درست کردید. احمدی نژاد چیه؟ 1000 نفرم دست داده اند از این همین مسئولین که شما میگید، 1000 نفر. پس اونها میدونستن به دست میدادن، شما چرا به خودتون ظلم میکنید؟ ببینید، البته اینو قبول دارم که بعضی از مسئولین دست دادن، مثل خانم رهبر، مثل دیگران، اما این رو ما میگیم که نخبه های اول مملکت مثل آقای خاتمی، مثل آقای احمدی نژاد، اینا همه یه چیز هستن، مثل خود آقای روحانی، اینها دست ندادن. نماینده مجلس کیلویی چند است؟ با من از چرا نماینده مجلس تعطیل شد؟ خب نماینده مجلس رو اهمیت ندادن، بهش نگفتن، کمان که بنزینم گران شد نگفتن. و من هیچ عقده ای ندارم، اگر من عقده داشت می داشتم از ملت ایران تعریف میکردم. من که دارم الان از دولت تعریف بد نمیگم، من دارم از ملت خود ما بد میگم که چرا اینقدر فرصت طلب هستید و میرید به کسی که ممکنه جون شما رو به خطر بندازه، به خاطر نون شب اون مولای خود گرفتید و سرپرست خود گرفتید. من که به دولت ایران الان بد نمیگم، الان من دارم حرفی میزنم، هیچ فایده دنیوی برای من نداره عزیز من، بلکه الان فردا ملت میاد ما میگه ملت بسیار بزرگی هستیم، ما نمیدونم تاریخ داریم و جغرافیا داریم، چی داری چی هم نداری. همین تو بودی که به اصطلاح ظلمی که آدم قبول کنه. آقا معذرت میخوام که وقتی قبول کنن مردم هم ظلم میکنه دیگه. والله خود منم اگر یکی کارای من انجام بده، دو تا کار دیگه هم بهش میگم بکن. این من که دارم از دولت بد نمیگم، شما میگه عقده سرایی میکنین، عقده خود باز نمیکنم، من نیازی به این کار دارم، من دارم برای آخرت خود کار میکنم. شما حالا فرمایش آخرتون رو بفرمایید. آقای جزوزی،
حدودی اگه اجازه بدید و سطر نیست من حرفم تمام کمال بگم. بفهم. من شبکه های شما را نگاه میکنم میبینم که شما هواپیمای ماهان را یه بهانه درست کردید، نم دولت مخفی کاری کرده را یه بهانه درست کردید، یعنی فقط هدف این است که بزنید و مردم ایران، ملت ایران، شیعان را، مسلمان را بکوبید. من حرفم اینه، همین دو سه چند روز گذشته هم از سین هواپیما به کشورهای مختلف رفت آمد داشت. بابا اینا چارچوب خاص خودشونو دارن، قوانین خودشونو دارن. بله. ماهان از کی قطع کرده؟ شما اینو بهانه درست کردید برای ایران، ولی کشورهای اروپایی را چه میگید؟ از شبکه‌تون اونقدر استفاده کردید، نم امامزاده شفا نمیده، نم قوم و بستن، زنکران بستن، فلان بستن. خب آقا ایران هیچ، اصلا شیعه اینو بذارید کنار. الان به ایتالیا چه میگید؟ آقا به ایتالیا هم اینو میگم، بیا به ایتالیا هم همینو میگم بیا. صبر کنید اجازه میدید جواب بدم با شما صحبت کنید؟ بله خیانت اونا هم شاید بزرگتر از خیانت مردم ایران بوده. نشون میدم به شما، من که با کسی شوخی ندارم. بیا. نه عزیزم، دولت خیانت نکرده، خود ملتش رفتاری رو کرده. الان شما اینو نگاه کنید، اینو بیارید. این خانوم جلوی اتوبوس ایستاده، اتوبوس ها رو اینا برداشتن بالا شی نوشتن، به انگلیسی نوشتن که اونجا به روی سینه خودش هم نوشته احتمالاً هیچ خدایی نیست، پس نگران نباشید از زندگی لذت ببرید. و این اتوبوس ها رو تو شهر میگردونن و خب دیگه خدا بهشون نشون میده دیگه، هر کسی یک مشکلی داره. این شما گفتی ایتالیا، ولیکن قضیه این است که دولت ایتالیا داره درست کار میکنه، دروغ به ملتش نگفته. حالا اگه ملتش قبول نمیکنه، ببین یک بار چند میلیارد تو دنیا برگ است، ما چرا با هم شوخی کنیم؟ من مگه میخوام تو انتخابات شرکت کنم؟ دو روز دیگه شاید من مردم، و اگه دو روز دیگه نمردم، دو سال دیگه که میمیرم، دو سال دیگه که نمیرم، 20 سال دیگه که میمیرم. ببینید چرا با هم شوخی کنیم؟ یک برگ از درخت نمیفته مگر با اجازه خدا. میلیاردها برگ در دنیاست، چطور کرونا بی اجازه خدا اومده؟ بی حساب اومده، بی حساب کتاب. هیچی من قبول ندارم تو دنیا باشه، هر کدوم ما یک گناهی کردیم خداوند ما رو آزار میده، فقط با کرونا نمیده، تو زندگی شخصی ما یک مشکل داره، یکی دیگه مشکل داره. ما باید قبول کنیم، برگردیم به سوی دین ما. پس مسئله این نبود، شما مسئله رو قاطی کردید. ما اینو نگفتم، من از دولت آلمان تعریف کردم. خب مرض میره، منتها چاره نداره، منتها کوشش خودشون رو انجام دادن. یعنی واقعا مثلا خانم مرکل اومده، خانم نخست وزیر انگلیس اومده گفته 70% ملت ما چی میگیرن. مردم ترسیدن، همون روز اول همه رفتن تو لونه‌های خودشون، تو خونه‌های خودشون. اما مردم ما تا حالا نمی‌دونن داستان چیه. بابا پیغمبر ما گفته که بلا اومد قرنطینه کنید، دولت ما میگه قرنطینه مال گذشته است. بابا تو میفهمی؟ پیغمبر نمیفهمه؟ آقای نخست رئیس جمهور تو میفهمی؟ زبان ملا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نمیفهمه؟ اجازه بده. تو میفهمی؟ چینی‌ها نمیفهمه، تو میفهمی؟ ایتالیا نمیفهمه؟ قرنطینه که دستور دینت، چرا انجام نمیدی؟ باز آقای طرفدارش میاد میگه شما داری عقده سرایی میکنی، عقده باز میکنی.